امیدوارم که حالتون خوب باشه. بریم سراغ درس دهم از کتاب English Idioms in Use که موضوعش هست Power and Authority، قدرت و اقتدار یا قدرت و اختیار. و ببینیم که چه ایدیمز ها یا چه اصطلاحاتی رو قراره در این درس ما هم دیگه یاد بگیریم. خب بریم سراغ Power and Authority، بخش A، Laws and Rules، قوانین و مقررات. Note the idiom in this online comment on news website. یه نفری هست به اسم لورا یا لوران که یک کامنتی رو گذاشته در یک سایت خبری و یه سری چیزایی رو گفته اونجا درباره یک تظاهراتی که انجام شده و یه سری اصطلاحاتی رو استفاده کرده در مورد لاز، قوانین، رولز، مقررات. ببینیم حالا چه چیزایی بوده. During the recent demonstration in the city center, we saw protesters taking the law into their own hands and attacking the offices of the company responsible for the pollution of our beaches. میگه اخیراً یه تظاهراتی توی مرکز شهر انجام شده و دیدیم که تظاهر کننده ها خودشون قانون رو دست گرفتن، یعنی خودشون قانون رو اجرا کردن، کاری که باید پلیس انجام بده رو خودشون انجام دادن. Taking the law into their own hands، یعنی خودشون دست به کار شدن و قانون رو در واقع خودشون اجرایی کردن و حمله کردن به دفتر اون شرکتی که مسئول بود برای آلودگی ساحل هامون. While I can understand how angry these protesters must feel, it is clear that the most violent group of demonstrators, the so-called Nature's Commandos, have become a law unto themselves. یعنی که خارج از کنترل شدن و اصلا قانون رو مد نظر قرار نمیدن. خودشون که این همه ادعای قانونشون میشه، الان خودشون قانون رو مد نظر قرار نمیدن. Have become a law unto themselves and that the police are failing to control the situations. میگه من متوجه هستم که چقدر این تظاهر کننده ها میتونن عصبانی باشن و چه احساسی دارن، اما چیزی که مشخصه اینه که این گروه خشنه تظاهر کننده ها که اسمشون هست کماندوهای طبیعت، have become a law unto themselves، میگه خودشون یه پا قانونگریز شدن، خودشون یه پا out of control شدن و نمیشه دیگه کنترلشون کرد و پلیس هم نمیتونه این موقعیت رو کنترل بکنه. What we now need is a firm government that is prepared to lay down the law. To lay down the law یعنی که خیلی محکم باشه در مورد قانون و اجراش بکنه. Lay down the law to the big corporations which pollute the environment and to stop bending the rules when it is a question of commercial interests. میگه چیزی که الان ما نیاز داریم یه دولت قاطع و قویه که آماده باشه که قانون رو اجرا بکنه، به قانون رو در واقع خیلی محکم اجرا بکنه، خیلی جدی باشه دربارش. To lay down the law to the big companies to the big corporations، و این قانون رو برای اون شرکت‌های بزرگی که دارن محیط رو آلوده میکنن اجرایی بکنه. And to stop bending the rules، و اینقدر این قانون رو در واقع دستکاریش نکنه و این چی بهش میگن استثناء قائل نشه برای کسی. To stop bending the rules یعنی که استثناء برای کسی قائل نشی، نذاری که بعضی آدم های خاص در واقع قانون رو بشکنن و یا قانون رو دور بزنن. To stop bending the rules when it is a question of commercial interests، میگه که یه دولتی میخواییم که این کار رو انجام نده و استثناء قائل نشه برای شرکت ها وقتی که پای منافع تجاری وسط هست. At the same time the police must take firm action against the most violent groups، میگه در به طور مشابه و همزمان پلیس هم باید یه سری اقدامات قاطعی انجام بده علیه اون گروه های خشن. Only in this way can we solve the problems we are
we now face. میگه فقط به این صورت میتونیم این مشکل رو برطرف بکنیم. خب اینجا کلن 4 تا idioms رو با هم دیگه یاد گرفتیم. Taking the law into their own hands، یعنی خودشون قانون رو دست گرفتن، توجه کاری که پلیس باید انجام بده رو اونا انجام میدن. Have become a law unto themselves، یعنی خودشون قانونگریز شدن و خودشون الان out of control شدن، کنترلشون سخت شده. Lay down the law، یعنی قانون رو اجرایی بکنه، محکم باشه درباره اون قانونی که وضع شده. و bending the rules، یعنی که استثناء قائل بشه و برای بعضیا اجازه بده که بعضیا قانون رو در واقع رعایت نکنن. خب بریم سراغ بخش B. اینجا کلا 3 بخش داره این یونیت. بخش A رو با هم دیگه خوندیم، بخش B رو بریم بخونیم. authority and responsibility، اقتدار و مسئولیت. ببینیم حالا چه چیزایی رو اینجا میخوام یاد بگیرم. و بخش C هم داریم، power and politics. بریم حالا فعلا سراغ بخش B، authority and responsibility. If you carry the can for something which happened، if you carry the can، then you accept the blame or responsibility alone even though other people were responsible. If you carry the can، یعنی اگه بگیم که یه نفر carry the can، so for example مثلا میگیم که he carries the can or he carried the can در گذشته، یعنی که قبول مسئولیت کرد، یعنی همه گناه ها رو به گردن گرفت. مثلا میگیم که the president carried the can، رئیس جمهور همه گناه ها رو به گردن گرفت، با اینکه خودش هم مسئول همه چیز نبود ولی خب همه چی رو به گردن گرفت. یا مثلا اکثر مربی های دیده باشین خیلی وقتا خودشون هم خیلی مقصر نیستن توی فوتبال، ولی مثلا میگیم که یورگن کلوب carried the can، یعنی یورگن کلوب سرمربی لیورپول خودش همه گناه ها رو به گردن گرفت، گفت که همش تقصیر منه، اگه ما باختیم تقصیر ما بوده. If you get someone off the hook، یا let هم میشه بگیم، if you let someone off the hook then you are free or leave someone free from all responsibility or from a difficult situation. پس اگه میگیم که I'm gonna get you off the hook، یعنی که میخوام نجاتت بدم از اون موقعیت سختی که توش گیر افتادی، میخوام که نجاتت بدم، اون مسئولیت سختی که داری رو میخوام ازت بگیرم. I'm gonna get you off the hook، یا میتونیم بگیم I'm gonna let you off the hook، اینم درست هست. If you leave someone to their own devices then you allow them to decide how to act، do not control or supervise them. اگه بگیم که I'm gonna leave you to your own devices، یعنی که میذارم که خودت تصمیم بگیری، کاری به کارت ندارم، هیچ کنترلی روت نیست. I'm gonna leave you to your own devices، یعنی که خودتی و خودت، کنترلی روت نیست و هر جوری که خودت دوست داری میتونی تصمیم بگیری. If you are at the receiving end of something، یا میتونیم بگیم you are on the receiving end of something، برای مثال a person's anger or criticism، then you suffer from or you are the target of the other person's anger or criticism. پس مثلا میگیم که the coach is on the receiving end of journalist's criticisms، یعنی که داره رنج میبره و هدف این انتقاد هاست، مربی هدف این انتقاد ها قرار گرفته و مثلا سیبل شده، همه چی به سمت اون داره میاد، مثلا سیبل قرار گرفته اون وسط و همه انتقاد ها به سمت اونه. پس مثلا میگیم که the coach is at the receiving end of journalist's criticisms. مثلا خب بعدی، if you are at someone's beck and call then you do everything they tell you to do whenever they tell you to do it. پس اگه بگیم مثلا the president is at the leader's beck and call، یعنی رئیس جمهور در اختیار اون رهبری قرار گرفته و هر چی که اون بگه رو انجام میده، هر وقت هم که اون بگه این کار رو انجام میده. Do everything they tell you to do،
یا مثلا اگه بگیم که you are at your boss's beck and call، یعنی که تو هر کاری که رئیست بهت بگه انجام میدی، از خودت اختیاری نداری. If you get your own way, then you persuade other people to let you do what you want. مثلا اگه من بگم که I'm gonna get my own way، یعنی میخوام برم که اون در واقع آدمای دیگر رو قانع بکنم که اون کاری که میخوام رو انجام بدم، به من اجازه بدن که اون کاری که خودم دلم میخواد رو انجام بدم. I'm gonna get my own way. خب اینم از بخش B. بریم سراغ بخش آخر، Power and Politics، قدرت و سیاست. The people of Sweden go to the polls next Sunday. Go to the polls یعنی میرن برای انتخابات. وقتی میگیم که the people of Sweden go to the polls next Sunday، یعنی هفته دیگه، یک شنبه بعدی، مردم سوئد میرن برای انتخابات، میرن که رأی بدن. Go to the polls. The government's spin doctors always make sure the news is very positive. اسپین داکتر یعنی اون بخش روابط عمومی که مسئول رسانه‌ها هستن و معمولا همه چی رو اونجوری که خودشون دلشون میخواد ارائه میکنن. پس به اینجور آدم ها میگیم اسپین داکترز. The doctors, spin doctors always make sure the news is very positive. یعنی میگه اونایی که مسئول روابط عمومی رسانه دولت هستن همیشه کاری میکنن که اخبار خیلی مثبت به نظر بیاد. I think there is a hidden agenda in the government's plans. Hidden agenda که اینجا داریم یعنی یه تلاشی که اون قصد واقعی کسی رو مشخص بکنه. حالا در این مثال دولت، یعنی که قصد واقعی دولت رو مشخص بکنه و نمیذاره که در قصد واقعی دولت مشخص بشه. I think there is a hidden agenda in the government's plans. یعنی یه چیزی وجود داره که حقیقت رو نمیذاره که مشخص بشه و برملا بشه. خب اینم از این درس، امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. یادتون نره که حتما تمریناتش رو در کتاب مربوطه انجام بدید. میتونید توی کانال تلگرامم هشتگش رو بزنید English Idioms in Use و اونجا کتاب رو دانلود کنید، یا خیلی راحت از گوگل هم میتونید اسم کتاب رو سرچ کنید و دانلود کنید. تمرینات درس 10 رو انجام بدید که بتونید درک بهتری از این ایدیمز ها داشته باشید. تا درس 11 فعلا خداحافظ.